بگید که بسیار خوب چطور هستین چی حال دارین امیدوار هستم تمامتان جور و صحت من باشین و لباس آفیت بتن داشته باشین بسیار زیاد شاگرده خوشحال هستم که در جلسه دوم مضمون ریاضی استاد شما بازم در خدمت شما قرار داره تا موضوع درس امروزی را بر شما تقدیم کنه شاگرده بسیار خوب بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شاگردا شما میفهمین در ویدیوی قبلی ما بر شما نام خود گفته بودم که استاد مضمون ریاضی تهمین یعقوبی مضمون ریاضی صنف چهارم و موضوع درسی ما و شما مثل جلسه قبلی قیمت مقامی اعداد است و ما و شما باید دهی جلسه باز هم اعداد درست نوشته کرده بتانیم و درست خوانده بتانیم بسیار عالی شاگردای بسیار خوب ما میاییم شاگردا صفحه دوم کتاب شما چند مثالک هست این مثالک ها را ما شما باید حل کنیم همین مثال ها را قسم که شما در تصویر با استفاده از این کاردستی ها ما انجام میدیم که تا شما درست دقیق‌تر و خوب‌تر بفهمین. بفامین بر ما اینجا سوال داده که 13042 ما باید 13042 دور اول در یک ورق سفید نشان داده بتانیم بعد از او در کاردستی نشانش میدیم بعد از او در خود صفحه کتاب شما ای را ما چی میکنیم؟ طبقه بندی میکنیم ما یو ورقه سفيد شاګردو میگیرم bale zamane ke ma warqa safed gereftam bayat ma chi kunam amo sawal ke ta kitab shoma nawshta shuda amo sawal bayat ma nawshta kunam sawal chi ast 1342 ma bayat nawshta kunam 1342 chi kunam ma bayat nawshta kunam awwal nawshta mekanam سیزده هزار خو چهل دو گفته ما چهل دو رو شاگردان چه قسم نوشته کنم سیزده هزار خو مربوط طبقه هزارها میشه تا طبقه سطها ما نداریم مرتبه صدهایشه چی نوشته کنم بله وقتی که ما نداشته باشیم شما کلتان میفهمین چی نوشته میکنیم سفر باز نوشته میکنیم چهل دو ای عدد ما چی است؟ سیزده و دو ما طبقه بندیش میکنیم استاد امیره که شما نوشته کردین آیا درست نوشته کردین نکردین بیاین ما میکنیم مسائلش میکنیم طبقه بندیش میکنیم دو مرتبه چی است؟ یا طبقه چی است؟ یک ها من نوشته کردم یک ها باید طبقه از ها باید برسیم چهار مرتبه چی است؟ ده ها بله آفرین سفر مرتبه چی است؟ ها بله خی سه مرتبه چی هسته؟ بله شاگرده قسمه که شما میفهمین سه مرتبه یک هزار هاسته. مرتبه یک هزار ها و یک آخری مرتبه چی هسته؟ بعد از یک هزار ها چی می بله ده هزار ها ده هزار ها پس ما درست نوشته کرده بودیم که سیزده هزار و چهل و دو در اینجا ما میبینیم که مرتبه صد های ما چی است؟ صفر است مرتبه صد ها صفر بود یا به این که وجود نداره ما چی میکنیم؟ امیر در جدول مربوطه هم نشان میدیم شاگردا ما این در جدول مربوطه نشان بدیم یا شما میگین استاد خی کاردستی را بخاطر چی آوردی؟ ما باید در کاردستی نشان بدیم؟ بله بله قندولکا ما می سیزده هزار و چهل در کاردستی که جور کردیم بر شما نشان میدم خب مرتبه یک ها چند نشان بدم؟ بله من میفهمم که شما میگن استاد اینجا خود دو نوشته است باید دور نشان بده بله من میایم در مرتبه یک ها قسمی که شما اینجا میبینید مرتبه یک ها مرتبه ده ها مرتبه صد ها یک هزار ها ده هزار ها و صد هزار ها چون عنوان درس ما امی بود که شما باید طبقه بندی داده تا مرتبه صد هزار ها بفهمین بله ما در مرتبه یک ها عدد چی نشان میدیم؟ عدد دور میاییم از رنگ که زرد است عدد دور ما نشانی کردیم بله در مرتبه یک ها عدد دور نشان دادم در دا مرتبه ده ها چی نشان دادم؟ بله می فهمم که شما گفتین که استاد مرتبه ده ها عدد چند است؟ چهار است بله عدد چهار خودش اینجا بوده چقدر کار خوب در مرتبه صد ها چی است؟ وجود نداره صفر است ما میاییم در مرتبه صد چند نشان میدیم؟ صفر بله ما چی میکنیم؟ بله 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 سه؟ نه نه سه نیست باید چی نشان میدیم؟ صفر بله میایم صفر در مرتبه صد ها ما چی نشان دادیم؟ صفر تا این قسمت عدد ما چند است؟ چهل و دو چون مرتبه صد ها صفر است عدد ما است چهل و دو خب مرتبه هزارها ها مرتبه یک هزار ده هزار در مرتبه یک هزار ما چند باید نشان بدم؟ بله عدد سه میاییم عدد سه در مرتبه چند است؟ مرتبه یک هزار آفرین در مرتبه ده هزار کدام عدد است؟ عدد یک است مرتبه ده هزار همیجین باید منوشان بتویم؟ بله من می که شما میفهمین که استاد باید مرتبه ده هزار میشه باشه بله ما در چه قسم نشان دادیم؟ ببینید مرتبه ده هزار عدد یک مرتبه یک هزار عدد سه مرتبه صدها ها سفر. مرتبه ده ها چهار مرتبه یک ها عدد دو پس عدد ما چند خوانده میشه؟ سیزده هزار چهل دو سوال اول سیزده هزار و چهل دو شد ما چی میکنم؟ ایره دوباره ما ورقه میگیرم در پایین ورق میمانم ما یه نوشته میکنم سیزده هزار و چهل دو چیزهایی که در ایجه هست ما نوشتش میکنیم مرتبه صد هزارها را هیچ ما کار نگرفتیم بخاطر که نبود پس ما در مرتبه یک ها چند نوشته کنم؟ بله کلتان میگن چند باید چند ناشته کنم بلې عدد دوره ناشته می کنم د مرتبه دهها چنده ناشته می کنم چهار ناشته می کنم د مرتبه صدها صفر د مرتبه هزارها یا یک هزارها عدد چی سه د مرتبه ده هزارها عدد یک اس یا صفر است بلی یک اس چون بر ما گفته سزده این مرتبه چیز نیست ما نوشته نمیکنیم میتونیم که صفرام بگذاریم ولی اگر نگذاریم کدام گپ نیست چون شما میفهمید که طرف چه پداد هر قدر که ما صفر بونیم صفر به مفهوم هستن ارزش ندارن پس ما این طبقه بندی کردیم که 13042 میایم در مثال سوم شاگردکای نازنین شما ببینین در مثال سوم بر ما گفته 45000 45.101 و یک تقریبا به می شکل شاگردا کار میشه میای ما یک عدد را کار میکنیم که مرتبه صد هزار ده او هم باشه شاگردای دوز و قندول دخترکای نازنین با نازنین سوال اولک ما کار کردم سوال دوم عینا سوال اول کار میشه سوال سوم ببخشین. شما این سوال سوم خودتون در خانه هایتون کار کنین یک سوال را کار میکنیم که نو باشه مثلا سوال چهارم یک کم تفاوت داره 27,000 و, هفت هزار و ҳаfтсаду бисту як хуб ای سوال بوی سوال بوی سوال چی فرق داره مرتبه ها ده ای سوال هم ذکر شده و مرتبه صدها ده سوال سی هم ذکر شده و در سوال پنجم میبینین که سی و یک هزار و هشتد سی و, و هش بسیار خوب شما میبینین در ورق دوم صفحه کتاب شما مرتبه صد هزارها هیچ ذکر نشده یعنی ما از کردسی از مرتبه صد هزارها کار نگرفتیم میاییم کدام سوال شد کار کنم ما سوال سی کار کنم چهارم کار کنم یا پنجم کدام شد بله شاید شما فکر باشید من میایم سوال چهارم کار میکنم سوال چهارم بر ما چی گفته؟ بیست و هفت هزار و هفت و بیست من قبلا هم برای شما گفتم سوال سوم شما قندولک خودتان کار کنین مطمئن هستم میتونین باز چی میکنم؟ اما ورق سفید که قبلا ما در پایین مانده بودم باز من ورق سفید خدا میگیرم کدام عدد باید من کنم؟ بیست و هفت هزار یک من میکنم بیستو هفت هزارو باز چند گفته بر ما من. من میبینم؟ بله، هفت صد و بیست و یک، هفت صد و بیست و یک، بسیار عالی عدد ما چند رقمی است شاگردهای بسیار خوب؟ حساب میکنیمش، یک، دو، سه، چار، پنج عدد ما پنج رقمی است، ارقامش ما چی میکنیم؟ عدد یک مرتبه یک ها، عدد دو مرتبه ده ها، عدد هفت مرتبه صد ها عدد هفت بعدی شما مرتبه چی هست؟ یک هزار ها و عدد دو چی هست؟ مرتبه ده هزار ها بازا ما نوشتش میکنیم ما به این شکل نوشته کنیم شاگرده به شکل جدول این استاد به شکل جدول میگن که ناشته کنیم ما یک جدول اک میکنم مرتبه یک ها مرتبه ده ها مرتبه صد ها یک هزار ها ده هزار ها چون با تا ده هزار داریم ناشته میکنیم مرتبه یک ها بله مرتبه ده ها مرتبه صد ها مرتبه یک هزار ها مرتبه ده هزار ها بسیار عالی عدد یک مربوط به چی هسته؟ مربوط مرتبه یک ها عدد یک هم میارم در خانه خودش مرتبه یک ها عدد دو مرتبه ده, ها عدد, دو ده عدد دو رو دو را میارم باید در خانه خود قرار بگیره اینو من عدد دو را نوشته کردم عدد هفت مرتبه صد ها بله عدد هفت بعدیش مرتبه یک هزارها ها معزی را میارمش رای ما این عدد هفت و عدد دوی اخیر مرتبه 10000 ها بس یادت چند خوانده میشه 27000 ها رو 721 بیا این که ما داکارد نشان بده 27000 ها مرتبه یک ها باید ما چن نشان بده بله،, بله 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 عدد یک بسیار خوب بعدش چی نشان بده مرتبه ده ها عدد دو من میارم عدد دو عدد دو کجاسته بله بله استاد شاگردان میگن گستا این عدد دو عددی بعدش یعنی خانه صد های ما عدد 7 بله عدد هفت باید ما نوشت اینجا نشان بده ما چی میکنم عدد هفت بله عدد هفت عدد هفت امیج است نیسته. میگن استادی عدد چهار است ما باید عدد چند نشان بده عدد هفت بله عدد هفت اینجا عدد هفت است تو این قسمت چند خوانده میشه هفتصد و بیست و یک بعد از ما چی داریم؟ مرتبه یک هزار ها ده هزار ها یک هزار ها عدد هفت بله عدد هفت مرتبه ده هزار ها عدد دو عدد دو این جاست که ما شما خوانده میتونیم که بیست و هفت هزار و ش... چند؟ ششصد؟ نه 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 استاد چند دسته؟ استا؟ هفت هفت سد و بیست و یک بیست و هفت هزار و هفت سد و بیست و یک یاد گرفتین شاگرده بسیار خوب؟ خوب شاگردام حال شما میبینین که اینجا مثاله که دیگه هم بر شما داده شده مثال چندم است مثال پنجم بر ما گفته که عدد کدام پیدا کنین سی و یک هزار و هشت ست. استاد شاگردا سوال میکنه استاد این سوال شما حل کردین چرا نوشته نکردین بله این سوال را که مودی کارت سی نوشته کردیم باید در خانه های مربوطش نشان بدیم مرتبه یک ها چند نشان بدم میاییم از مرتبه ده هزارها چند نوشته میکنیم دو دور نوشته کنم؟ نه خیر شما ببینین بر ما گفته بیست هفت هزار و چند؟ هفت یک پس من در اینجا چی میکنم؟ مرتبه ده ها من میکنم دو بعد از دو چی می مرتبه هزار ها بله استاد شاگرده میگن که هفت می بعد از او چند می چون چین گفته بازم هفت, و هفت و بیست و هفت هزار و و میکنیم اینجا دو اینجا یک ناشتا کنیم خوب شاگردای دوز داشتنی شاگردای قندول سوال پنجم و سوال سومش باشه کار خانگی شما انشالله که شما حل کده میتونین. از شما ما خواهش میسته که به می شکل شما هم کاردستی جور کنین و از امی کاردستی موضوعاتی که در صفحات کتاب شما جاگزین شده یعنی طبقه بندی عداد از شما میتونین که استفاده کنین سوال سوم و سوال پنجم کارخانگی هسته است امیدوار هستم که شما از این ویدیو مطالب بسیار خوب یاد گرفته باشین و اعداد به شکل بسیار خوبش شما طبقه بندی کرده بتانین تا تقدیم درس بعدی شاگردای بسیار خوب تمام تان به خداوند می خدا حافظ دان.